حسب دستور ریاست محترم جمهور که تو این هفته ایشون در هیئت دولت مطرح کردن که هم معاون اول، هم بنده و هم وزیر نیرو به منطقه استان سیستان و بلوچستان بریم در رابطه با این بحث موزل سوخت و حل مسائل اساسی تأمین سوختشون و این مشکلاتی که اونجا مطرح شده بود. خب خوشبختانه دیروز به اتفاق جناب آقای دکتر مخبر، جناب آقای مهندس مهرابیان، ما سفر خیلی خوبی به استان سیستان و بلوچستان داشتیم به اتفاق نمایندگان محترم این استان. و دیشب تقریبا نزدیک ساعت 9:30 شب بود که در استانداری استان سیستان و بلوچستان به اتفاق استاندار محترم، نمایندگان و مدیران این استان تصمیمات خوبی گرفته شد در رابطه با بحث از حل اساسی معضل تامین سوخت این استان. خب مستحضرید که ما فراورده‌های نفتی هم از بنزین و نفت گاز و نفت سفید رو به استان سیستان و بلوچستان هیچ گونه خط لوله‌ای فراورده نداریم. همه اینا رو، تمام این نیازهای تامین انرژی رو از طریق تانکرهای سوخت رسان و ریلی انجام میدادیم. دولت 13 دیشب تصمیم بسیار خوبی گرفته شد. ما یه خط لوله فراورده های نفتی از جنوب کرمان تا زاهدان به طول 520 کیلومتر و بار مالیش هم 5000 میلیارد تومنه. اینو دولت دیشب جناب آقای دکتر مخبر مصوب شد که ایشاله میره در شورای اقتصاد، مصوبش هم صادر میشه. یه خط لوله فراورده های نفتی از جنوب استان کرمان به در حقیقت زاهدان که انشاءالله ظرف 2 آتی کاملا مسئله تامین فراورده های استان اساسی اقدام بلند مدت میان مدتمون میشه، حل خواهد شد. در رابطه با تعداد جایگاه های سوخت، خب تو استان سیستان و بلوچستان متاسفانه هم خوب مکانیابی نشدن این جایگاه ها، هم تعداد جایگاه هاشون از سران کشور کمتره، 124 جایگاه بیشتر ندارن. به همین خاطر دیشب یه تصمیم خوبی گرفته شد، ما 50 جایگاه CNG جدید احداث بشه و ایشالا در مجوزش هم شورای اقتصاد حتما ایشالا مصوب خواهد شد. خوبی اینه که این 50 جایگاه CNG، خبر خوبش اینه که تمام تجهیزاتش رو رایگان در حقیقت ایشالا دولت در اختیار داوطلبانی که برای احداث جایگاه CNG در استان خواهند داشت رو قلمداد خواهد کرد. به اضافه این که این 50 جایگاه رو ما انقریب دیگه انشالله اعلام میکنیم به استان، دیگه داوطلبانی که بخوان اونجا این جایگاه ها رو احداث کنند تجهیزاتش رو به صورت رایگان مان CNG رو دولت تقبل میکنه. یه سهمیه نفت سفید با توجه به هوای سرد استان، خب اینا مستظرید 200 لیتر در ماه داشتن، یه سهمیه 100 لیتر رو هم دیشب مصوب شد که خودش 50 میلیون لیتر میشه که به خانواده‌ها در حقیقت توی استان داده میشه. و تعداد 65 تانکر سوخت رسان، ما به ناوگانمون 500 تانکر سوخت رسان جدید اضافه شده. خوشبختانه 65 تانکر سوخت رسان جدید از این 500 تا جدید رو هم اختصاص دادیم به استان سیستان و بلوچستان. و همچنین آقای مخبر دستور دادن که شرکت راه آهن هم انشاءالله تعداد مخزندار که در حقیقت به صورت ریلی برای تأمین فراورده های برای استان هم اقدام میکنه. در زمینه گازرسانی اتفاقات خیلی خوبی در دولت 13 به گواه خود نمایندگان محترم که دیشب در جلسه حضور داشتن، شروع کار دولت شاید کل خطوط انتقال و تزریق گاز و تقریبا گازرسانی که در حال شهر زاهدان اینا انجام شده بود شاید در کل استان 18% بوده، الحمدلله رب العالمین امروز بالای 80% خطوط انتقال گازدار شده. ما اردیبهشت امسال خط لوله گاز از زاهدان به سیستان رو گازدار کردیم. در حوزه سیستان که 5 شهرستانه انشالله تا پایان سال تماما گازدار میشن و شهر زابل هم که 500 کیلومتر شبکه گازرسانی نیاز داشته تا حالا 470 کیلومتر خوابوندیم و 200 کیلومتر هم گازدار شده. از
به استان سیستان باشن به طول 456 کیلومتر که در حقیقت و همچنین دو تا ایستگاه تقویت فشار رو خط لوله هفتم، به اضافه ای که بازم دیشب ما مصوب شد که تعداد 1500 خانواری که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هم هستن، هزینه های لوله کشی داخل منازلشون رو هم شرکت ملی گاز به صورت رایگان براشون انجام میده. انشالله با این تصمیمات خوبی و در ضمن سهمیه بنزین، سهمیه نفت و گاز برای جایگاه های سوختم دیگه به صورت مستمر انشالله انجام خواهد شد و با این تصمیمات هم اقدامات فوری و هم اقدامات میان مدت هم که از همه مهمتر اون خط لوله 2520 کیلومتر از جنوب کرمان تا در حقیقت زاهدان مسئله شون کاملا انشالله ظرف دو سال آتی حل خواهد شد.